عناوین اصلی: جزئیات حمله بزرگ اوکراین با 158 پهپاد به روسیه. واکنش وزارت خارجه روسیه به احداث پایگاه نظامی ناتو در لیتوانی. آخرین گزارش وزارت دفاع روسیه از عملیات نظامیانش در شبانه روز گذشته. و ترامپ: اگر ایران به سلاح هسته‌ای دستیابد اسرائیل نابود می شود. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. بنا به گفته مقامات محلی روسیه، ده‌ها پهپاد در امروز اول سپتامبر چندین منطقه روسیه از جمله موسکو، ورونژ، تولا، کالوگا، بریانسک، بلگورود، لیپتسک و کورسک را هدف قرار دادند. وزارت دفاع روسیه مدعی شد که 158 هواپیمای بدون سرنشین را در شبانه روز گذشته سرنگون کرده است. مقامات فدراسیون روسیه و رسانه‌های این کشور از حمله پهپادی اوکراین به تأسیسات نیروگاهی و پالایشگاهی در نزدیکی موسکو خبر دادند. آنها این حملات را ناموفق توصیف کردند. سرگئی سوباینین، شهردار موسکو، گفت که حداقل 9 پهپاد در منطقه پایتخت روسیه سرنگون شده است. به گفته سوباینین، یکی از پهپادها در نزدیکی پالایشگاه نفت موسکو منهدم شد. رسانه دولتی ریا نوستی روسیه گزارش داد که یکی از ساختمان‌های این پالایشگاه آسیب دیده و آتش‌سوزی در پی یک حمله گزارش شده است. اولین تصاویر از لحظه اصابت پهپاد اوکراینی به تأسیسات پالایشگاه نفت روسیه را می‌بینید. این پالایشگاه یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های روسیه است و همچنین با توجه به پوشش ضد هوایی و موقعیتش در پایتخت روسیه جزء محافظت شده‌ترین مکان‌های موسکو است. همزمان یک مقام دیگر موسکو از یک حمله پهپادی ناموفق اوکراین به نیروگاه برق کاشیرا در حومه پایتخت خبر داد. میخائیل شوالوف خبر داد که 3 پهپاد اوکراینی قصد حمله به این نیروگاه را داشتند که رهگیری شدند. شوالوف با تاکید بر اینکه این حمله هیچ خسارت یا تلفاتی بر جای نگذاشته است گفت: تولید و توزیع برق بدون هیچ مشکلی ادامه دارد. به گزارش کانال تلگرامی بازا که به سرویس‌های امنیتی روسیه نزدیک است، چندین صدای انفجار در نزدیکی نیروگاه برق کوناکوو در منطقه تور شنیده شده است. این نیروگاه یکی از بزرگترین تأسیسات تولید برق در نواحی مرکزی روسیه محسوب می‌شود. ایگور رودنیا، فرماندار تور، بدون اشاره به خسارت احتمالی از رهگیری و انهدام 5 پهپاد اوکراینی بر فراز این منطقه خبر داد. حملات پهپادی اوکراین در طول شبانه روز گذشته تنها به موسکو و اطراف آن محدود نبوده است. به گفته الکساندر بوکماز، فرماندار منطقه مرزی بریانسک در جنوب غربی روسیه، 26 پهپاد اوکراینی هم بر فراز این منطقه رهگیری شدند. گزارش‌هایی هم از رهگیری و انهدام بیش از 10 پهپاد بر فراز ورونژ و چندین پهپاد دیگر بر فراز منطقه کورسک، لیپتسک، ریازان و تولا منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، هیچ یک از این حملات خسارات و تلفاتی بر جای نگذاشته است. واکنش وزارت خارجه روسیه به احداث پایگاه نظامی ناتو در لیتوانی. وزارت خارجه روسیه احداث یک پایگاه نظامی در لیتوانی با هدف استقرار احتمالی سربازان آلمانی را تحریک‌آمیز خواند و درباره آن هشدار داد. رسانه‌ها اوایل آگوست در گزارش‌های مدعی شدند که لیتوانی فرایند احداث یک پایگاه نظامی را به منظور استقرار 4000 سرباز آلمانی تا پایان سال 2027 آغاز کرده است. وزارت خارجه روسیه در بیانیه نوشت: همواره بر این مسئله تاکید کرده ایم که افزایش تحرکات قوای نظامی ناتو و اعضای آن در نزدیکی مرزهای روسیه ماهیتی تحریک‌آمیز دارد. در ادامه این بیانیه آمده است: این مسئله درباره اعزام گردانهای نیروهای مسلح آلمان به قلمروی لیتوانی که پایگاه نظامی مذکور برای اسکان آنها در حال احداث است نیز صدق می کند. گزارش وزارت دفاع روسیه از عملیات نظامیانش طی شبانه روز گذشته. وزارت دفاع روسیه مدعی شد که شهرک پیتیچیه در جمهوری خلق دونسک با اقدامات یگان مرکز تصرف شده است. شهرک ویمکا در جمهوری خلق دونسک هم با اقدامات یگان جنوب تصرف شده است. یک سامانه شناسایی راداری RPS 42 ساخت اسرائیل هم منهدم شد. کارگاه‌های مونتاژ هواپیماهای بدون سرنشین و سوله‌های ذخیره‌سازی اوکراین در منطقه خارکیف مورد هدف قرار گرفته است. به گفته وزارت دفاع روسیه، اوکراین طی شبانه روز گذشته حدود 1920 نیروی نظامی خود را از دست داده است.
و ترامپ اگر ایران به سلاح هسته‌ای دستیابد اسرائیل نابود می‌شود. رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت از اینکه بوش پای آمریکا را به غرب آسیا کشاند و 9 تریلیون در آنجا هزینه و در نهایت آمریکا آنجا را ترک کرد متنفرم. من معتقدم که ما نباید به آنجا می‌رفتیم. ما دشمن ایران را گردن زدیم. این مثل کمک به ایران است. ایرانی ها در زمان ریاست جمهوری من نمی توانستند نفت بفروشند. کسی نمی توانست از آنها نفت خریداری کند. اما اکنون به دنبال دشمنی با آنها نیستم و مایلم با آنها کنار بیایم. فقط نمی خواهم که سلاح هسته‌ای داشته باشند. نمی توانم اجازه دهم به سلاح هسته‌ای دستیابند. زیرا در این صورت اسرائیل از بین خواهد رفت. ممنون از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. لطفاً جهت حمایت از ما ویدیو رو لایک فرمایید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.